گزارش فاکس نیوز از سومین آزمایش شکست خورده موشکی رژیم آخوندی. تولید نفت ایران به پایین ترین سطح خود در 33 سال اخیر کاهش یافت. یورش شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد. Fox News has obtained satellite imagery that shows an Iranian rocket which appears to have exploded on the launch pad earlier today. Fox News گزارشی از شکست سومین آزمایش موشکی رژیم ایران منتشر کرد و گفت یک موشک رژیم ایران در سکوی پرتاب منفجر شده است. ما این را از تصاویر ماهواره‌ای دریافتیم. این تصاویر دودی را که از این سکوی پرتاب به هوا برخاسته نشان می‌دهد. این سومین آزمایش شکست خورده رژیم ایران طی امسال است که در مورد آن اطلاع داریم. شرکت ماهواره تجارتی پلنت می‌گوید مشکل رژیم ایران مشابه مشکلی است که کره شمالی با برخی از موشک‌های خود طی چند سال پیش داشته است. کارشناسان مشکوکند رژیم ایران در حال آزمایش موشک دو مرحله‌ای معروف به سفیر با سوخت مایع بوده است. خبرگزاری رویترز روز شنبه 9 شهریور خبر داد تولید نفت ایران به پایین‌ترین سطح خود در 33 سال اخیر کاهش یافت. به گفته رویترز در ماه اوت ماه جاری میلادی تولید روزانه نفت ایران به 2,100,000 بشکه کاهش یافته است. این رقم نسبت به ماه قبل 50,000 بشکه کمتر است و نسبت به دوران پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا حدود 1,700,000 بشکه در روز افت کرده است. به گزارش رویترز تولید 2,100,000 بشکه نفت در ماه اوت کمترین میزان از سال 1986 به شمار می‌رود. Hezbollah terrorists say they do not want a full-scale war with Israel. But they are sticking to their vow to conduct a surprise attack in retaliation for an Israeli drone assault in Lebanon. تلویزیون فاکس نیوز از یورش شبه نظامیان حزب الله لبنان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در این کشور خبر داد. دیوید میلر خبرنگار فاکس نیوز گفت فیلم ویژه‌ای که به دست فاکس نیوز رسیده نشان می‌دهد دو خودرو ستون حافظان صلح در جنوب لبنان مورد حمله قرار گرفتند. این کمین در ماه اوت درست در خارج پایگاه حافظان صلح در 5 کیلومتری مرز اسرائیل روی داده است. گروهی متشکل از 20 مهاجم سازمان یافته شیشه های خودرو سازمان ملل را می شکنند و یکی را به آتش می کشند. به سوی حافظان صلح سلاح نشانه می روند و سلاح و مهمات آنها را نیز مصادره می کنند. Despite being roughed up, the peacekeepers have no serious injuries. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا نفتکش آدریان دریا و ناخدای آن را به خاطر کمک به سپاه پاسداران و فروش نفت غیرقانونی ایران به سوریه در لیست تحریم‌ها قرار داد. آمریکا در قبال استفاده رژیم اسد از نفت ایران برای سرکوب و ترور مردم نظاره‌گر و ساکت نخواهد بود. بیش از 70 تن از پژوهشگران و تحلیلگران ارشد اندیشکده‌های آمریکا از طیف‌های فکری مختلف نامه سرگشاده‌ای را در حمایت از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها امضا کردند و تصمیم رژیم ایران را برای تحریم این بنیاد و مارک دوبوویتس مدیر عامل آن قویاً محکوم نمودند. پژوهشگران در این نامه سرگشاده نوشتند با تحریم یک مؤسسه پژوهشی آن هم به خاطر عقاید سیاسی از سوی رژیم ایران مخالفند. have launched a new attack on one of Afghanistan's main cities, Kunduz. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، شبه نظامیان طالبان افغانستان به شهر قندوز یورش بردند و ساعت‌ها با نیروهای دولتی درگیر شدند. در جریان این یورش، تعدادی غیر نظامی که در میان آنها کودکان هم به چشم می‌خوردند، کشته شدند. یکی از اهداف این یورش بیمارستان شهر بود. سخنگوی پلیس قندوز گفت نیروهای کمکی به شهر اعزام شدند و هلیکوپترها هم شبه نظامیان طالبان را هدف قرار دادند.